در ورزشگاه ایژوکیشن سیتی هستیم. حدود 2 ساعت تا اولین دیدار تیم ملی ایران در 18 دوره جام ملت‌های آسیا باقی مونده. هنوز جمعیت زیادی به ورزشگاه نیومدن، تقریبا میتونم بگم جمعیت بسیار کمی به ورزشگاه اومدن تا الان، و این ورزشگاه همون ورزشگاهی است که تیم ملی ایران در جام جهانی با آمریکا آخری مسابقه شو در دور مقدماتی انجام داد و متاسفانه یک هیچ باخت و از جام جهانی حذف شد. همون موقع هم همه بچه‌های مدیا مشکل داشتن با البته خیلی اون موقع کم بچه‌های مدیا حضور داشتن در جام جهانی گذشته، ولی همون موقع هم تعدادی که اومده بودن مشکل داشتن با بعد مسافت زیادی که اینجا وجود داره. این بعد مسافت برای ورود و استقرار بچه های مدیا بسیار طولانیه و یه مسافت خیلی طولانی از در ورودی تا اینجا که ورودی ورزشگاه ایژوکیشن سیتی هست وجود داره. با این حال باید ببینیم که امشب چقدر تماشاچی خواهد آمد برای استقبال از این مسابقه. خیلی بعیده که با توجه به حضور کم ایرانیا در دوحه قطر ورزشگاه پر بشه یا حتی نیمه پر بشه. احتمال خیلی زیاد تماشاچیای فلسطین خیلی بیشتر از تماشاچیای ایرانی خواهند بود. حالا باید ببینیم که امشب چه اتفاقی میفته. تا حدود 2 ساعت دیگه مسابقه برگزار میشه و سعی میکنیم که اخبار و حواشی از این مسابقه رو برای شما ضبط بکنیم و خدمتتون تقدیم بکنیم. مسابقه اول تیم ملی ایران در برابر فلسطین با نتیجه 4-1 به سود تیم ملی ایران پایان یافت. برخلاف پیشبینی که میکردیم نزدیک به 27,000 تماشاچی به استادیوم اومد و تابلوی ورزشگاه نشون داد که نزدیک به 28,000 تماشاچی این بازی را از نزدیک نگاه کردن. بازی که با گلهای کریم انصاری فر، مهدی قائدی، شجاع خلیلزاده و همچنین گل سردار آزموند در مقابل تک گل تیم ملی فلسطین باعث شد که اولین قدم رو تیم ملی ایران محکم برداره و با نتیجه 4-1 تیم ملی فلسطین رو شکست بده. و با توجه به نتیجه دیگه‌ای که در گروه به وجود اومده و تیم ملی امارات 3-1 تیم ملی هنگ کنگ رو شکست داده، الان تیم ملی در صدر جدول هست با تفاضل گل بهتر و این مسابقه هم با حواشی بسیار زیادی که داشت به پایان رسید. 5 روز دیگه یعنی 19 ژانویه دیدار تیم ملی ایران با تیم ملی هنگ کنگ خواهد بود به عنوان بازی دوم از تیم ملی در این گروه. با ما همراه باشید.